من نسترن گودرزی هستم و این قسمت دیگه از مجموع برنامه های ایکس مسلم هست که خدمتون تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید. سلام میلاد. سلام حامد. سلام. خوش اومدیم به برنامه خودتون. مرسی. موضوع امروز برنامه ما قتل‌های ناموسی هستش که متاسفانه در یک ماه گذشته در یکی از شهرهای ایران کردستان 3 مورد حداقل رسانه‌ای قتل ناموسی اتفاق افتاد. و من اجازه میخوام اول یه اشاره خیلی کوچیکی به هر کدوم از این موارد بکنم و بعد مفصل در موردشون صحبت میکنیم. لیدا احمدزاده دختر 18 ساله بود که به خاطر داشتن دوست پسر پدرش در واقع اول مورد ضرب و شتم شدیدی اونو قرار داد و بعد در نهایت به قتل رسوندش. و مورد دوم لیلا حسین پناهی بود که در ملأ عام متاسفانه در یکی از پارک های شهر سنندج مورد اول ضرب و شتم قرار میگیره و بعد در نهایت همسرش اون رو در واقع به قتل میرسونه. در ملأ عام این اتفاق میفته و موردی که بود این هستش که این لیلا حسین زاده در واقع یکی از قربانیان کودک همسری هستش و در سن 16 سالگی به خاطر خانوادش مجبورش میکنن که با پسرعموی خودش در واقع به صورت مرد سالارانه ازدواج بکنه و در نهایت هم سالها مورد ضرب و شتم و خشونت خانگی قرار گرفت و همسرش اون رو به قتل رسوند. و مورد سوم اصلا نسترا خیلی وقتا ما در واقع اینو میبینیم که همه اینا انگار با همدیگه بلاییه که با همدیگه سر یه زن میاد، یعنی ازدواج اجباری توی سن کم تو سن نوجوانی حتما همراه میشه با خشونت‌های خانگی، کتک زدن همسر و بعد از اونم اگر زن شانس بیاره و در واقع وارد پروسه طلاق بشه میبینی که خیلی وقتا شوهر اجازه نمیده و در نهایت ممکنه که حتی به قتل هم برسونه. دقیقا درسته. یعنی متاسفانه اینا یه مثل یه پکیجی با هم دیگه هستن. و مورد سومی که میخوام اشاره بکنم در مورد حوزان خواهشی هست که اون هم 16 ساله بود و در واقع به خاطر فقط یک پست اینترنتی که گذاشت پدرشون رو به قتل رسون و اول که انقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که به کما میره و بعد از چند روز فوت میشه. و متاسفانه این آماری هستش که منتشر شده و ما ازش اطلاع داریم و درست. اصلا به این معنی نیستش که در شهر خاصی این اتفاقات میفته، در تمام شهرهای ایران متاسفانه ما همچین قتل‌های ناموسی رو همیشه اخبارش رو داشتیم و در مورد شنیدیم. ولی این موردهایی بوده که رسانه‌ای شده. قبل از که صحبت هم بخوام شروع بکنم، اول واقعا موجبات تأسف خودم رو از شنیدن این خبر میخوام اعلام کنم. واقعا عزیزان این افراد براشون آرزوی آرامش میکنم، امیدوارم که دیگه نبینن و نبینیم از یه همچین اتفاقاتی، شاهدش نباشیم. در حقیقت نکته‌ای که هست اینه که واقعا شوک آور و تأسف باره که ما تو قرن 21 سال 2019 همچنان شاهد یه همچین خبرهایی هستیم و یک همچین عقب موندگی بربریتی رو همچنان باید بشینیم صحبت بکنیم در رابطه باهش و بگیم که خب حالا ریشه یابی بکنیم ببینیم چطور میشه برای موارد بعدی در حقیقت راهکاری ارائه داد که دیگه این اتفاقات رو شاهدش نباشیم. همونجوری که میگی، یعنی متأسفانه 40 ساله که جمهوری اسلامی تحت قوانین شریعت و تحت قوانین اسلامی به مردها مجوز این رو میده که میتونن تحت عنوان ناموس و غیرت زن خودشون، دختر خودشون رو به قتل برسونن و مرتکب یه همچین جنایت فجیعی بشن. نکته که من میخوام انگوش روش بذارم این هستش که مرد سالاری و اینکه به هر صورت سازوکاری وجود داشته که مرد
تعیین تکلیف میکرده برای بدن زن و رفتارهای جنسی زن، شاید به عمر بشر این وجود داشته. همین الان هم حتی در جوامع به نوعی میشه گفت متمدن غربی هم این بحث هست و اگر کنترل نشه، اگر بهش پروبال داده بشه و به رسمیت شناخته بشه، خیلی رواج بیشتری خواهد داشت حتی در جوامع غربی اروپا و آمریکای شمالی. نکته سر این هست که ما با یک سیستمی طرف هستیم که قوانینی رو تصویب میکنه و سازوکاری رو به وجود آورده از طریق تبلیغات رسانه‌ایش، فضایی که هست، تبلیغات تلویزیونی، نوع تیپ برنامه‌هایی که مثلا به عنوان مثال در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تولید میشه، دست افراد، مردها و در حقیقت کسانی که ممکنه گرایش به سمت همچین خشونت‌هایی رو داشته باشن باز میذاره و بهشون حق میده که برند چنین خشونت‌هایی رو اعمال بکنن. دقیقا همینه که تو میگی، اصلا در واقع سازوکار به صورتیه که اول زن یا دختر ملک پدرشه، ملک قرآن و پیغمبره، بعد از اون که ازدواج میکنه ملک شوهرش میشه. یعنی اصلا سازوکار یه طوری هستش متاسفانه در تحت قوانین جمهوری اسلامی و اسلام به این صورته که زن ناموس مرده. اصلا اولین مسئله که هست اینه که زن ناموس هیچ کس نیست و همونطور که مثلا ما در قوانین مجازات اسلامی همونجوری که تو هم گفتی اشاره کردی، ماده 603 اصلا دست مرد رو برای قتل همسرش یا همسرش در واقع باز میذاره و این یعنی عمق فاجعه همینجاست که قوانین یه جوری طراحی شده که زنها هیچ در واقع ناموس افراد هستن، ناموس مرد هستن. قوانین ضد زن که فراوونه، ممکنه 4 تا قانون هم در حمایت جزئی از زن مثلا وجود داشته باشه، همون 4 تا قانون هم اجرا نمیشه. اصلا این قوانین باید ریشه کم بشه و قوانین جدیدی جاشو بگیره. الان ما از همین مورد لیدا احمدزاده ما خبر داریم که همون جوری که انتظار میرفت داستان قتلش رو دارن خودکشی جلوه میدن. درسته. هیچ پیگیری، هیچ مجازاتی قرار نیست در واقع دامن پدرش رو بگیره و حتی اگر شاکی هم وجود داشت، در واقع پدر و پدر بزرگ، در واقع خاندان پدری به نوعی ولی دمش محسوب میشه و اصلا هیچ در نتیجه هیچ مجازاتی هم دامنگیرشون نمیشه. یک فضایی به وجود آوردن، اصلا حالا از بحث قانون هم بگذاریم که چقدر این قانون عقب مونده است، چقدر غیر انسانیه، چقدر مرد سالاران است، بحث حالا تو قانون هم بذاریم کنار، فضایی وجود داره در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که این پدیده ها خیلی نرمال هست. اشاره کرد حامد، میشناسیم که در سنین خیلی کم، زیر سن، زیر 18 سال افراد ازدواج میکنن، برای کودک همسری سیستماتیک تبلیغ میکنن، خرج میکنن که کودک همسری رو فرهنگش رو جا بندازن. چند همسری در رسانه ها، سریال های تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده میشه و پدیده نرمال در حقیقت ازش نام برده میشه. قوانینی داریم که دست مرد رو باز میذاره که بزنه، بکشه، خشونت بکنه، مرد سالاری خودش رو اعمال بکنه. قانون حجاب اجباری، گشت ارشاد، انواع اقسام تبلیغات که زن وقتی زن هست مادر، همسر و یه سری وظایف رو از بالا سیستم بهش تحمیل میکنه. خب وقتی ما یک همچین پکیجی رو میبینیم، یه همچین بستری رو میبینیم، اون وقت خب به وجود اومدن یه همچین فجایع واقعا تکان دهنده باعث تأسف هست ولی غیر قابل انتظار نیست. بله. باید دست برد به ریشه ها، باید انتقاد کرد و اگر ما میخواییم در حقیقت با این پدیده مقابله بکنیم، مسئله اصلی ما این هستش که باید سعی بکنیم که قوانین رو تغییر بکنیم. یه نکته‌ای که من توی چند روز گذشته در صفحات مجازی در رابطه با این موضوع مشخصا دیدم این هستش که میان میگن بحث فرهنگی هست و فرهنگ هستش که باعث میشه، فرهنگ مردسالار هست که باعث میشه یه همچین اتفاقاتی بیفته و باید رفت فرهنگ سازی کرد. بعضن ممکنه این نکته درست باشه ولی گرای غلط دادن هست در نهایت در این بحث، برای اینکه مسئله ما مسئله قانون هست، مسئله ما مسئله جمهوری اسلامی هست. اگر در جامعه مثل سوئد به عنوان مثال ما قتل نامیسی رو کمتر میبینیم و
خشونت علیه زن کمتر هست، بنا به این هستش که ما قوانین حمایتی از زن رو داریم که حمایت میکنه و گذشته از اون فمینیست ها و رسانه هایی که وابسته حالا به جریانات چپ، سوسیالیست، انسانگرا هستند دائما تبلیغ میکنن، دائما فعالیت میکنن، یک فضای به وجود آورده که اصلا این کار قبیحه، کار بده، زشته. شما خودتونم موقعی که مثلا در یک فضای هستی که ممکنه حتی پلیس هم نباشه، در اروپا چنان فضا سنگینه که اغلب مردم جرأت نمیکنن که بخوان مرد سالانه رفتار بکنن و بیان به یک کسی بنا به گرایش جنسی و یا جنسیتش خشونت اعمال بکنن. نکته که من میخوام بگم اینه که بحث ما در مورد این مسائل که اندرگارت باید صحبت میکنیم در تو با جامعه ایران بحث فرهنگی در وهله اول نیست، مسئله ما جمهوری اسلامی هست. و یک جمله هم اضافه بکنم، به نظر من جمهوری اسلامی عامل اصلی قتل هایی هست که در چند روز اخیر اتفاق افتاده و شخص کسانی که این قوانین رو تصویب میکنن و اعمال میکنن رو به جامعه، اونها مسبب اصلی این قتل ها هستن و باید اینا مجازات بشن به علت این جنایاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه در همین نمونه اخیرش اتفاق افتاد. درسته، آره دقیقاً همون جوری که گفتی، چون اینا بر اساس نص صریح اسلام در واقع شرع عمل میکنن و جمهوری اسلامی در واقع این قوانین رو رواج میده در جامعه و حمایت میکنه از مردانی که همچین قتل ناموسی انجام میدن. هیچ مجازاتی که در موردشون نیست و در به اضافه اینکه مجازاتی نیستش، کلی حمایت میکنه از افراد و تبلیغ میکنه که در واقع حق دارین همسرتون رو به قتل برسونین. شکی دست در این نیستش که رژیم جمهوری اسلامی کاملا از وضعیت موجود در مورد حقوق زنان راضی هستش. در واقع با این کارها باعث میشه که 50% جامعه که زن هستن ناچار باشن کلنجار برن برای ساده ترین حقوق روزمره شون، برای زندگی روزمره شون. طبعا اون کل جامعه سرکوب میشه. دقیقا. نمیشه تصور کرد جامعه‌ای که درش زن بی حقوق هست و مرد خوشبخت باشه. اینها با دقیقاً حمله به حقوق زن کل جامعه رو سرکوب میکنن. و من یه نکته میخوام بگم، استناد میکنن به همین قتل‌های ناموسی در کمال بی‌شرمی که ببینید اگر مثلا حجاب نباشه، اگر قوانینی که ما در حقیقت تصویب میکنیم، قوانین اسلامی که محدود کننده برای زنان هست نباشه، اون وقت ما شاهد قتل‌های ناموسی بیشتر از این خواهیم بود. به جای اینکه بیان مسئولیت بپذیرن و بگن که ما چه کردیم در این 40 سال، چه قوانینی تصویب کردیم، چه پروسه‌ای طی شد در اون جامعه که شامل که در سال 2019 یه همچین اتفاقاتی رو می‌بینیم، استناد می‌کنن و به شکل بسیار کثیف و بی‌شرمانه ازش استفاده می‌کنن که خودشون رو توجیه بکنن. به همین اعتبار هم هست که می‌بینید با مجرمین و کسانی که یه دست به این جنایت می‌زنن برخورد قضایی به اون مفهوم نمیشه. دقیقاً همینه. و موردی که من می‌خواستم اشاره بکنم در واقع بحث حالا راه حل‌هایی که خود مردم می‌تونن انجام بدن و یه جوری با این قتل‌های ناموسی مقابله بکنن و اعتراض خودشون رو بیان بکنن، در واقع محکوم کردن این قتل‌های ناموسی بسیار اهمیت داره. من می‌دیدم که در مراسم لیلا حسین پناهی بر سر مزارش عده زیادی جمع شده بودن و با پلاکارت‌های زن ناموسی هیچ کس نیست اعتراض خودشون رو نسبت به همچین عمل وحشیانه‌ای ابراز کرده بودم. و واقعا این مهمه، اینکه در جامعه مثل سوئد راجع به این مسائل صحبت میشه و مراسم هایی گرفته میشه. و در واقع قضیه فاطمه ما خودمون یادمون هست که بعد از گذشت شاید سالها همچنان سعی میکنن این موضوع رو داغ نگه دارن که فراموش نکنند افراد و جامعه و اکتیویست ها و قانونگذارا که یک همچین جنایتی در سوئد اتفاق افتاد دیگه نباید اتفاق. من توضیح بدم که فاطمه در واقع یکی از شهروندان سوئدی بوده که سالها پیش مورد قتل ناموسی قرار گرفته در همین سوئد و الان سالهاست که براش مراسمای در واقع بزرگداشتی برگزار میشه و راجع به این مسائل صحبت میشه که اشاره بشه که در واقع این تکرار این مسئله
این اتفاق نیفته در جامعه ای مثل سوئد. یه موضوع من میخوام اینجا دست روش بذارم، اونم این هستش که به نظر من تک تک افراد جامعه باید واکنش نشون بدن، ده محکوم بکنن. در صفحات مجازی میشه پست گذاشت، زن ناموس هیچ کس نیست، با یک صحبتی که در واقع هر کسی میتونه این رو منتشر بکنه، اینجوری میشه اعتراض خودمون رو نسبت به قتل ناموسی و همچه حرکاتی. و یه نکته دیگه این هستش که به نظر من نباید سکوت کرد. ما از به عنوان مثال جنبش میتو یادمون هست که کسانی بودن که سالهای سال بود مورد خشونت و سوء استفاده جنسی قرار میگرفتن از طرف مولتی بیلیونرهایی که در هالیوود هستند، و بالاخره یه نفر این سکوت رو شکست و این تبدیل شد به یک جنبش جهانی، و کسانی که به هر صورت قربانی خشونت بودند در سر تا سر دنیا زبان گشودند و افشاگری کردند و شرایط خیلی تغییر کرد به نظر من قبل و بعد از به وجود آمدن جنبش میتو. در مورد این مورد اخیر و حالا بخوام مثال بزنم، مثلا کیس موردی که ما در رابطه با زهرا نویدپور مثلا یادمون هست، کاری که زهرا نویدپور کرد این بود که اومد صحبت کرد، رسانه‌ای کرد و افشاگری کرد، و در حقیقت موفق شدیم و موفق شد که علارغم اینکه به صورت جون خودش رو از دست داد، یک جنبش مهم شکل گرفت پیرامون اون بحث. افراد نباید سکوت بکنن، باید بیان افشاگری بکنن. از کوچکترین خشونتی که اعمال میشه بر علیهشون باید در تو با اون حرف زد، افشاگری کرد، اونو رسانه کرد، تا حالا مواردی که فرد ممکنه تهدید به قتل بشه، فرد ممکنه مثلا مورد خشونت‌های خیلی جدی‌تر قرار بگیره. سکوت در حقیقت همکاری با فرد خاطی و حاکمیت و سیستم و قوانین ضد زن و مرد سالار. من همونجوری که تو میگی منم میخوام از حرف تو استفاده بکنم. ببینید این قتل‌های ناموسی که اتفاق میفته، این زنها و دختران که مورد خشونت قرار میگیرن و به قتل میرسن، یک بار توسط خانواده هاشون، توسط اون جامعه و توسط قوانین اسلامی کشته میشن، و اگر کسی سکوت بکنه در موردش، واقعا یک بار دیگه هم در سکوت به قتل میرسن. این نکته بود که من میخواستم اشاره بکنم. آره، یعنی ما به نظر من هر روزی که ما واکنش شدید به این قضیه نشون ندیم، هر روزی که سکوتمون رو ادامه بدیم، مطمئن باشید زنی در چارچوب خونه در خفا داره جونش رو از دست میده، داره به قتل میرسه و ما بیخبر هستیم و ما نمیتونیم هیچ کاری براش بکنیم. ما باید سکوت رو بشکنیم، به شدت برخورد کنیم با این مسئله، مخالفت خودمون رو قاطعانه با این مسئله نشون بدیم و امیدوار باشیم که این خشونت ها هر روز به روز کمتر و کمتر بشه. ممنون از این که با ما همراه بودیم. باشه، بیا برو مبال دیگه، باشه، دارم بهت میگم.